روزی که افغانستان را برای همیشه تغییر داد. بدترین روز است. سیاه‌ترین روز است. 27 دسامبر سال 1979 تاریکی جاده های شهر را فرا می‌گرفت. شنیدید там всё остальное, там что там происходило, то стрельба там. این قصه عملیات طوفان 333 است. مأموریت مخفی برای ترور رئیس جمهور افغانستان و کنترل کابل. روسا بزرگترین خیانت با افغانستان. این آغاز اقدام خونین بود که افغانستان را در مسیر چند دهه منازعه قرار داد. مخروبه های قصر تاج بیگ هنوز هم آثار آن سوء قصد بدنام را در خود دارد. تاج بیگ محل بود و باش رئیس جمهور افغانستان بود. 40 سال گذشت اما فقیر محمد فقیر آنچه را که اینجا دیده بود هرگز فراموش نکرده. او در آن روز به قصر رفته بود. اتحاد شوروی توطئه چیده بود که رئیس جمهور افغانستان را مسموم کند. در داخل همه شدیداً بیمار شدند. امین صاحب صبح وضعیت دوست داشت. دمو صبح امی اشپز زر انداخته دن امی نفر مربوط به کگیبه بود. حفیظ الله امین بعد از خوردن سوپ بیهوش شد. آقای فقیر وزیر داخله امین بود. او به طبقه بالا رفت به اتاق خواب رئیس جمهوری. وقتی که ما آمدیم امین صاحب تخت تفتیده بود. دو نفر دکتر روسی بود. اینا نالایق دکتر کده میدیش میشوش. دکتران شوروی بی خبر از توطئه KGB 4 ساعت برای به هوش آمدن رئیس جمهور سخت تلاش کردند. امین اگریب در تشنه بودش. در تشنه با نیم ساعت سر او یخ کلا کدن. ای او یخ کلا کد و به هوش آمدن. چشمایش هم کار میکد، گوشایش هم کلوش هم خوب تیار آمد. پس در تخت خواب افتیدن. اما رئیس جمهور امین برون از ساحه خطر نبود. ویتاس لوکشس یکی از صدها عسکر شوروی بود که قصر را محاصره کرده بودند. او در لتوانیا به دنیا آمده بود، در آن زمان 20 ساله بود و بخش از توله تانک. نشه روتی توله ما وظیفه داشت تا هر قوت را که به کمک امین فرستاده می شد خونسا کند. نشنمی پریبارمی، نشنمی ویدینی هم. І даже з пушки стріляти, пулемета, просто дуже було мало опиту. Маموریت قتل امین نشأت می‌گرفت از نگرانی مسکو از مقاومت روزافزون در برابر حاکمیت بی‌رحمانه او. کمونیست‌ها بعد دنبال کودتای خونین در سال 1978 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. امین هزاران افغان را زندانی و دستور اعدامشان را صادر کرد. تعداد در کرملین همچنان از ارتباط داشتن امین با CIA نگران بودند. شوروی ها احساس میکردند که دخالت سال 1979 اجباری است چون که از سقوط حکومت کمونیستی و اردو میترسیدند. تصمیم نبود که ساده اش بگیرند، اما آنان معتقد بودند که اگر مداخله نمیکردند با یک فاجعه سیاسی در کابل روبرو میشدند. همزمان با غروب آفتاب سربازان شوروی وارد ساختمان وزارت دفاع شدند، جایی که اکنون موزیم ملی افغانستان است. در نظر بود که این سربازان یعقوب خان و ایدرسیز نیروهای مسلح را بکشند و مانع حرکت اردو شوند. دولت وزیری در کشت میز خود نشسته بود که ناگهان صدای تیر اندازی بلند شد. ما خستم کلاشونکوف را گرفتم و ای کلکین آواز کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. ما چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلاه پشمی چیزی ما فکر کردم که خب روسا واری هست. زمانی که سربازان شوروی داخل ساختمان وزارت دفاع شدند، وزیری به داخل دفتر یعقوب خان شتافت. لویدرستیز با چند مشاور نظامی روسی سرگرم جلسه بود. با 95% ما گفتم میتونیم که ترجمانی مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمیده اینی بغل خود خورده بود. نفره که دیدم وزیری از دفتر برآمد و به داخل دهلیز فرار کرد.
پیش از اینکه ما فایر کنم او فایر کرد. اینی جمر میخورد دست ما شکست، کلاشنکوف از پای راست ما مرمی خورد و در شکم ما مرمی خورد. وزیری به داخل مهمانخانه شتافت، اما نیروهای شوروی بم دستی پرتاب کردند و او مجبور شد که راه برای خروج پیدا کند. اینجا کلکین بود و در این کلکین ما کلکین آواز کردم پایین، خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم هر دو پای مام شکست، کمر مام شکست و بعد از اون ما نفهمیدیم که چی گپ شده. در قصر ریاست جمهوری تاج بیگ هم سربازان شوروی حمله تهاجمی را آغاز کردند. نیروهای ویژه در یورش بر قصر شرکت داشتند. آنها لباس شخصی و ورزشی به تن داشتند. Так що такого там не було. Я знаю, що там штурмували там спецвідділення там так далі, но ми мали свою задачу просто. Слышали там все остальное, там що там происходило, то стрільба так далі. Некоторі, по-моєму, гражданством там спортодіяти там. نیروهای شوروی در داخل قصر تاج بیگ طبقه به طبقه رفتند و با سربازان افغان درگیر نبرد خونین شدند. رئیس جمهور امین و خانواده او به ناامیدی برای زنده ماندنشان می‌جنگیدند. امین صاحب حمله کرد، گفت آمدن سر زینه و زینه را کنترل میکرد که اگر کس میاد سر از هم پر کند. در این وقت یک مرمی در هم خورد. امین از زخم‌هایی که برداشته بود درگذشت. شوروی ها کنترل کابل را کاملا در دست گرفتند. بیش از 200 سرباز افغان در جریان درگیری کشته شدند و بیش از 1000 نفر دیگر هم تسلیم شدند. اسناد غیر سری کی‌جی‌بی نشان داد که بیش از 100 سرباز شوروی هم در این نبردها کشته شدند. صبح بعد از حمله ویتاس لوکشیس داخل قصر شد و خرابی های نبرد شدید را از نزدیک مشاهده کرد. بزرگ و красивый дворец везде двери распахнуты. قصر بزرگ و زیبایی بود. همه دروازه ها شکسته بودند. همه چیز در هم و بر هم بود. در آنجا لکه های خون موجود بود، اما جسد آنجا نبود. حداقل من ندیدم. самая эти гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот всё это красивые очень очень красивые. Потому что я до этого почти ничего такого не видел. Була там кров, там, но такі трупи вже там, по крайней мере, я не видел. آن رویداد در پیروزی شوروی نقش کلیدی داشت. حتی در جریان حمله هم امین و وزیرانش باور نمی کردند که مسکو بر متحد خود حمله کند. حتی انقدر که سر روسا باور داشتیم سر افغانا نداشتیم. دمو باور، دمو اعتماد. بالاخره خیانتترین عمل. انجام داد، مرا از ما رئیس جمهور مرا هم کشت، افسرای مرا هم کشت، کماندانای مرا هم کشت، قدرت سیاسی هم از ما گرفت، کلش زندانا پر شد. مقام های شوروی روز بعد ببرک کارمل را به حیث رئیس جمهوری جدید افغانستان منصوب کردند. این آغاز تقریبا یک دهه اشغال فاجعه بار شوروی بود. اشغال شوروی نزدیک به یک دهه دوام کرد. دیر نگذشته بود که اردوی شوروی درگیر جنگ با مجاهدین شد، شورشیان اسلامگرایی که از حمایت ایالات متحده برخوردار بودند. حال که میبینم البته که یک اشتباه بود و اتحاد شوروی در اشتباه کردن در آنجا تنها نبود. زمانی که شوروی ها در سال 1989 افغانستان را ترک کردند، جنگ جان 2 میلیون افغان و 15,000 سرباز شوروی را گرفته بود. The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history not only of Afghanistan but of the world. The Soviet Union اتحاد جماهیر شوروی با عنوان یک حاکمیت مطلق العنان مستبد فکر نمی کرد شکست بخورد. با مجرد شکستش در هر جا به از هم پاشیدن شروع کرد. دولت وزیری سرانجام افسر اردوی افغانستان شد، اردویی که از سوی شوروی حمایت می شد. 13 ماه طول کشید که صحت یاب شود.
اما زخم‌های عاطفی آن هنوز هم باقی است. از وحشت بالاتر بود. به خاطر از اینکه در امروز ما مردم. ما را در جمع کسانی که مرده بودن در جمع اونا برده بود. وقتی که دیدن که ما زنده هستم ما را در عملیات خانه بردن در شب خانه. حالا قصر تاج بیگ محل سوء قصد به جان امین و تدریج بازسازی می شود. فقیر محمد فقیرم آرام آرام زندگی خود را سر و سامان بخشیده. او بیش از 10 سال در زندان در انتظار اعدام بود. پس از خروج نیروهای شوروی او از زندان رها شد. اما خروج شوروی جنگ داخلی خونین و ظهور طالبان را در پی داشت. اصلا تجاوز روس‌ها که با 6 جدید صدوق داد حمله کرد. در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است، سیاه‌ترین روز است، بدبخت‌ترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از همون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد. پایان دادن به چند دهه جنگ بسیار دشوار است. فقیر خوشبین نیست. 40 سال پس از تهاجم شوروی هنوز راه صلح پیدا نشده.